تحلیل و ارزیابی شما رو بدونیم درباره حمله منتصب به اسرائیل در ایران، با توجه به اختلاف نظرهایی هم که در داخل کابینه آقای نتانیاهو و همینطور به انتقادهای اپوزیسیون دیده میشه. ببینید، اسرائیل بعدا بر ملاحظات داخلی، استراتژی جنگی، امکانات، فشارهای بین المللی، خواسته های کشورهای اروپایی، فشار ایالات متحده، هشدارها و درخواستهای کشورهای عرب بهترین راه رو انتخاب کرد. من از دیدگاه من این شاهکار عملیاتی و تصمیمات نظامی اسرائیل بود، به خاطر اینکه اسرائیل در اصل استراتژیکش این است که سعی کنه تا اونجایی که ممکنه از درگیری در بیش از یک جبهه جنگی خودداری بکنه. اسرائیل الان در دو جبهه جنگی درگیره، در غزه و در با حزب الله در لبنان. نمیخواهد و به صلاحش نیست که یک جبهه دیگری رو بگشاید، به ویژه با کشور بزرگی مانند ایران که 80 برابر خاک اسرائیله و امکانات تهاجمی بسیار گسترده‌ای داره که نباید اونها رو ناچیز شمرد. این از یک سو. از سوی دیگر ما میبینیم که کشورهای عرب از اسرائیل درخواست کرده و حتی هشدار داده بودن که هر کاری که میخواید بکنید، ولی کاری نکنید که امنیت ما به خطر بیفته و ما مورد تهدید رژیم ایران قرار بگیریم. از سوی دیگر کشورهای اروپایی به اسرائیل گفته بودن که شما یه سیلی زدید، حکومت ایران یک سیلی جواب شما رو داد، دیگه بس کنید، همینجا قطعش کنید، واکنید. نکته خوبی را اشاره کرده آقای ملاشاه. خیلی زمان کمی داریم. آیا به نظر شما تنش میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در صورتی که حالا تهران واکنشی فوری به این حمله نشون نده باید پایان یافته تلقی کرد؟ چون به نظر میرسه افکار عمومی اسرائیل هم از نحوه پاسخ اسرائیل همونطور که شما هم گفتید حمایت کردن و اون یک شاهکار میدونن. اسرائیلی ها اون رو یک شاهکار میدونن، گرچه مخالفان آقای نتانیاهو میگویند که این واکنش ضعیف بود، ولی آنچه را که من گفتم و نگذاشتید که کامل بکنم اونها در نظر نمیگیرن. در پاسخ به پرسش شما، توپ در زمین حکومت اسلامی ایرانه و تصور میکنم که خود رژیم ایران هم این رو میدونه که اگر واکنش نشون بده، اگر بگوید که ضربه خورده که مجبوره به اون واکنش نشون بده و بخواد به اسرائیل حمله بکنه، بله این یکی تو بزن یکی من بزنم ادامه خواهد یافت و یک جنگ فرسایشی آغاز خواهد شد. در حال حاضر با واکنشی که حکومت ایران نشون داده و سعی میکنه اصلا تکذیب بکنه که حمله ای صورت گرفته و تلفاتی یا خساراتی بوده، بعید میدونم که لااقل در آینده بسیار نزدیک این جریان شدت بگیره و اگر ایران واکنش نشان نده مسلماً اسرائیل هم به اقدام تازه علیه رژیم ایران در حال حاضر دست نخواهد زد. ولی فراموش نکنیم که در دراز مدت قدرت موشکی حکومت ایران و قدرت هسته‌ایش یکی از هدفهای اسرائیل که باید به موقع به اون رسیدگی بشه.